دوستان، بله دوستان عزیز، با سلامی دوباره خوشحالم که در خدمت آقای یزدان خداوندلو هستیم از آلمان. ایشون در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی صحبت میکنه و همون جوری که من در قسمت برنامه خودم هم گفتم، باور کنید من بعضی وقتا برنامه های اینها رو حتی اگه این عزیزان میخوان برام توضیح بدن که در چه موردی میخوام صحبت کنم، به دو دلیل بهشون میگم نگید به من. یکی این که اگه الان بگید، بعد من سر کلاس درس شما مثل شاگردی که از کلاس بالاتر آورده باشی چرت میزنم، چون میدونم درسه. دوم این که یه وقت ممکنه یه چیزی باشه که من یه دفعه بگم نه آقا این خوب نیست، و اونجا من این کار وزارت ساواک چی بود، ارشاد و نمیدونم اون یکی دیگه وزارت کنترل دوره ساواک و اینا رو نمیخوام انجام بدم. پس با سلامی دوباره با آقای یزدان خداوندلو و با خوشامد و با تشکر که از برنامه، از به اصطلاح وقت خودشون، جون خودشون، عمر خودشون مایه میذارن، از پول خودشون صرف میکنن که بیان اینجا. فلسفش هم اینه که ایشون میتونه بره یه جایی کار کنه پول بسازه، ولی قید اون پول رو میزنه میاد اینجا به من و شما یاد میده، تازه برامون آب نبات و شکلات هم میاره که همون پولیه که تلویزیون مردم برنامه میگیره. آقای عزیزان خداوند، من رو نوبت خودم، به نوبه خودم از شما ممنونم، خیلی هم تا امروز یاد گرفتم. این شما، این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. درود بر شما آقای سروی، شنوندگان و بینندگانتون. امروز چون مطلب قدری طولانیه، بدون مقدمه من سعی میکنم که وارد موضوع بشم و اینجا توضیح میدم که امشب میخواهم در باب آسیب شناسی فرهنگی پیرامون سرنوشت دردمار یکی از داستان نویسان تاریخ معاصر ایران، صادق هدایت و اثر مشهورش بوفکور، برای شما و شنوندگان و بینندگانتون صحبت کنم که قربانی پدیده نکبتبار هنرمند کشی گردید که در تاریخ دراز دامن ما دفتری دارد کهن با پوشیده های گوناگون. چرا که ما در جلسه قبل درباره همین مسئله زنده کشی و مرده پرستی صحبت کردیم، این برنامه هم در امتداد اونه، مطابق در احوال یکی از هنرمندان مشهور ما، یعنی یکی از نویسندگان ما به نام صادق هدایت هست. و من این مطلب رو شروع میکنم و لطفاً شما اون تصاویری که برای شما فرستادم، یکیش یه دونه زاغچه ای رو فرستادم که روی یک درختی، یک شاخه درختی نشسته. در واقع هدف من رو نشان دادن اون این زاغچه همین هدایت ما بود که خودش میگفت بوفکور، بعدن هم اون بوفکور رو به تدریج این تصاویر رو نشون بدید. خب سهراب میگه، میگفت هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت، هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، هیچ حرفی از جنس زمان نشنیدم. خب سهراب حداقل 25-30 سال بعد از هدایت آثارش رو تولید کرد. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. شاید خودش بود، شاید هم همون هدایت بود. میگه هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. من بارها در بحثان گفتم که دیدگاه ما رو متاسفانه در هزاره اخیر از زمین و طبیعت گرامی معطوف آسمان کردند و طبیعت طبیعی هستش که وقتی که عادت کردیم به این نوع نگرش نگاه، زمین زیر پا و طبیعت گرامی رو دیگه نادیده میگیریم، حذفش میکنیم. و نمونه هایی هم برای شما خوندم که اون سرای باقی و سرای فانی، اینا همه توی همین حوزه داره عمل میکنه. دیگه هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، هیچ حرفی از جنس زمان نشنیدم.
یعنی به طرز تفکرها وقتی که توجه میکنه نگاه میکنه میبینه 1400 سال پیش باقی مونده، تو اون دوره داره سیر میکنه. بوفکر نجوای تلخ شاعرانه در حوزه نثر آهنگین، او بدون شک رمانی شاهدانه در ابعاد جهانی به سان گل نیلوفر در مرداب دشت بی حاصل، و بلافاصله اضافه کنم که با یک گل رمان نگاری یک ملت گلستان نمی شود و البته قرار نیست که بهشت بر این گردن، ولی همان گل به تنها تن رنگین و بوی ملالنگیز خود یک تره می تواند با آستاب ژرف‌ترین لایه‌های پنهان و آینه تمام نما و عریان فرهنگ یک ملت کهن باشد و هدایت استاد یافتن قالب‌های بدی برای نیاز به ابراز دردبار خود بود. بوفکر نیاز به ابرازی شاعرانه و مدرن در حوزه نثر آهنگین. چرا میگم نثر آهنگین؟ به خاطر اینه که سکته در کلامش نیست، یک جانبه یک طرفه همینطوری بی وقفه بدون سکته در این رمان حرف میزنه. اما از کجا بدانیم این داستان کوتاه در سطوح رمان نگاری ایران اثری است جاودانه؟ علاوه به نشانه های آن کدام است؟ برای جاودانه بودن یک اثر چند اصل باید در نگارش آن رعایت شود: یک، عنصر زمان، دو، عنصر مکان، سه، عنصر رنج آمیخته به اندوه و آلام بشری و فقدان عدالت اجتماعی. یک، در بوفکر هدایت عنصر زمان را با وجود اینی که حکایت در ایران باستان و معاصر نوسان میکند به عنوان عاملی بازدارنده و مزاحم به مدد غریزه از بعد داستان حذف کرده، و چون عمل طرد زمان غریزی صورت گرفته نشان از خلاقیت هنری نویسنده بزرگ دارد. عنصر زمان در بوفکر حذف شده تا حادثه سیلانی شود و با این تمهید داستان استعداد این را بیابد به همه زمانها تعمیم داده شود، یعنی همه زمانی شود و مهر تاریخ مصرف بر او نخورد. در نتیجه سراسر بوفکر حادثه ایست بدون تاریخ و نشان داده نمی شود که این واقعه دیروز اتفاق افتاد یا 1000 سال پیش، یعنی موضوعیست همه زمانی که می تواند همیشه تکرار شود، برخلاف شعر عصر مشروطه که با سپری شدن ایام آن کاربرد آن سر به بایگانی تاریخ سپرده شد. دو، عنصر مکان. هدایت در بوفکر مکان را تا حد امکان از بستر داستان بیرون رانده، البته اشاره هایی به ری شاه عبدالعظیم و خانه های توسری خورده می شود که در همه جای جهان چنین مکان های گزدالودی وجود دارند. بنابراین عنصر مکان در پس پرده خیال قرار داده شده تا مهر مکان بر حادثه داستان نخورد و شامل این قضاوت نشود که بله این مسائل در شهر ری اتفاق افتاده نه در ولایت ما که بهشت برین است، و سرانجام بوی یک اثر ولایتی و بومی از آن به مشام برسد. اما از سوی دیگر هر تصویری اجباراً در مکان اتفاق می‌افتد. حتی ما در خوابهای من تصاویر را در مکانها مشاهده می‌کنیم. بنابراین مکان را نمی‌شود به صورت مطلق از پس‌زمینه یا بک‌گراند صحنه حذف کرد. اما هدایت با تمهیدی هنری، قلمی چالاک و توصیف روانی خود مکانها را جاری و سیلانی تصویر می کند و با این عمل نشان می دهد که فرزندی از طبقه متوسط ایران بلوغ رازم را یافته است که اثری در سطح جهانی تولید کند. شما در همین فیلمی که لینکشو در زیر همین این مقاله من قرار دادم که قبل از انقلاب ساخته شده، به زیبایی این سیلانی بودن مکان رو توصیف میکنه. و این فیلم اگر دقت بکنید این مرد برای خواننده گویاتر میشه. سه، عنصر زمان. دو تا فیلم هست، یکیش پچ پچ گم، یکی گفتگو با دیوار، کدومشون؟ یه دونه فیلمی هستش لینکشو من همین زیر همین مرد برای شما فرستادم که مال بوفکوره، مال قبل از انقلاب ساخته شده. آها، اوکی.
سه عنصر رنج. برای جاودانه بودن هنرمند بزرگ ناگزیر است که همواره انگشت بر آن دست از آلام و اندوه عام بشری نهد که انسان از قدیم تاریخ قدیم ترین ایام تا به امروز با آنها گلاویز بوده و به موازات رشد مدنیت پدیده های نامیمون هم به همت و کوشش فرادستان چموش جامعه با سماجت به حیات آزاردهنده خود ادامه داده و مزاحمتی پایدار در استقرار عدالت ایجاد کرده. با استفاده از چند مثال در شعر موضوع را قابل لمس کنم. هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. تا زمانی که مدنیت و بشریت هست، عفونت هم در سطح تاریک آن میتواند باشد و برای مهارش باید پادزهر آن را ساخت. ولی اگر روزی خود پادزهر به عفونت تبدیل شود چه باید کرد؟ تا دیروز انسان ایرانی اگر از عمال شاه رنج می برد به دامان و داروی شیخ پناه می برد. حال که امروز خود شیخ به سمی هولاک تبدیل شده چه باید بکنند؟ تو که از محنت بی که دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. میگوید انسان که در جامعه زندگی میکند و جامعه طبیعتا محیط جنگل نیست، چگونه میتوان در این فضای انسانی محنت دیگران را نادیده گرفت مگر آنکه آن محیط بشری انسانیتش زیر سوال باشد و طبیعی است که از کوزه همان تراوت که درست. به ساختار پولادین این مصرع دقت کنید که هرگز زنگ نمیزند و مهر ابطال به رو نمیخورد. در این مثال ها عنصر زمان و مکان حضور ندارد. دقت کنیم به این شعر، از کوزه همان در آن فرون تراوت که درست، نه زمان توش هست نه مکان. و حکیم انگشت و مسائل عام بشری نهاده از این روز که توانا بود هر که دانا بود. این مصرع را نگاه میکنیم میبینیم هزار سال از عمرش داره میگذره ولی هنوز هم تازه است. توانا بود هر که دانا بود، حکمیست باطه که هزار سال از عمر میگذرد و کهنه نشده و همواره در زمان ما جاریست. فکر میکنیم این مثال ها کافی است تا نشان دهم که برای جاودانه بودن اشاره به مسائل عام بشری در هر اثر هنری موضوعی است اجتناب ناپذیر، محوری و کلی. بازگردیم به هدایت. این مرد فرهمند و محجوب در آغاز اثر جاودانه خود، یعنی بوفکوه، اشاره به دردهایی میکند که عموما آنها را نمیتوان با کسی در میان گذاشت. چرا نمیتوان؟ چرا روح و جان انسان در تصادم با محیط برانگیخته میشود و در اثر آن برانگیختگی برافروخته از درون دچار التهاب میگردد و برای رهایی از شر آن التهاب نیاز به ابراز می‌یابد و ناگزیر باید آن را بیرون ریزد، یعنی آن را با مخاطب در میان گذارد که با هزار ممنونیت رو می‌گردد. چرا این گونه است؟ چون در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که فرهنگ آن انسان‌های درون خود را تحت سلطه سنت و بیداد تابوها چنان مچاله، دفرمه، بی شکل، بی صورت، بی سیرت و از هیئت انسانی خارج و در صفوف امت اسلامی به تودهی بی شکل تبدیل کرده که دیگر نمیتوان با آنها ارتباطی صمیمانه و مهرامیز برقرار کرد. از این رو راوی داستان به ناگزیر از بس که در زمانه یکی اهل درد نیست اظهار درد خویش به دیوار میکند. میتونه اون تصویر نشون میدید که هدایت با دیوار داره حرف میزنه و با سایه سیاه سرکشش که بر دیوار انعکاس یافته صد صد نجوای تلخ از روان رنج دیدهش میتراود که شاید در پیشگاه او، یعنی سایهش، التهابش بارم گیرد. چون در بیرون همه شبیه هم هستن، رجاله هایی که در عمل آرواره هایی هستن با یک مشروده که به مخرج وست شدن، نرینه هایشان خنزری پنزری و مادینه هایشان لکاتی. در چنین جهانی که حتی لبخند هایشان چندش آوره است چگونه میتوازی است؟ گویی 700 سال پیش حافظ هم در چنین وضعی به سر میبرده
که گفته از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان زیر راه بی‌نهایت. افق او آینه تمام نمای آن برهوت و راه بی‌نهایتی که سیرت و سیمای انسانی قرنها از آن رخت بربسته و این رخت بربستگی و کوچیدن در نزد خواص و تحصیل کردگانشان هولناکتر است، زیرا که آنها خویشاوندان آشکار و پنهان آن شریعت و طریقت اهریمنی هستند که سلطه کرکورساز آن نسل اندر نسل مثل کارخانه روبوت سازی محصولات بیشکل و بدون هویت ملی و میهنی شبیه به هم و رجار صفت و انباشته از علائم و نشانه های امت محمدی و مناسک اسلامی تحویل بازار میدهد که بچه اشتراک نزد عوام و هوا خواستشان پیوسته به لقاه الله در ملکوت اعلا و عالم بالاست. تنها با اندکی تفاوت در شیوه و رفتار، عوام آنها در گندار شریعت به وساطت محمد و جبرئیل میلولند و عارفان سالوس منشش در باطلاق خشونتزای طریقت، تصوف، عرفان، شریعت و مزخرفاتی از این دست در هیئت صوفی با نگاهی مخمور بدون واسطه و حجاب با دستانی گشوده بر آسمان که زوب در لقاه اهریمن و ستایش الله هدف قایی و عشق سرمدیان هاست. هدایت 70 سال پیش با نگاهی ژرفکاو تصویری خاکستری و هولناک از محیط پیرامون خویش ارائه میدهد که ما امروز در عمل شاهد هیئت تمام نمای کراهتبار درون و بیرون آن هستیم. از این رو ملت قهرمان ایران کمر همت بست تا عاملان درونی و بیرونی نهاد سیاست و دیانت و سک کننده راه ترقی و تعالی خود را از میان بردارد و در رستاخیز 57 با ضربتی قاطع، ببینیم به این مسئله من چقدر دارم اشاره میکنم که از بیرون به این قضایا نگاه کنیم، با ضربتی قاطع و هراس‌انگیز چو شاهبازی که به شکار مگسی میرود، سامانه سلطنت و نهاد سیاسی فرتوت و عقب مانده از روح زمان که تاریخ بسرش به سر رسیده بود در هم کوبید، دفتر سیاسی آن را بست و به اجبار در آرواری دفتر سیاسی آن را بست و به بایگانی تاریخ سپرد و بلافاصله به سر وقت نهاد دیانت این دندان کرمیده و اجبار در آرواری کهن کاشته ما به عنوان دومین عامل بازدارنده و عقب نگهدارنده ملت محجوب ایران که در طول قرنها سلطه اهریمنی خود را مستقر و با تولید خرافات در بست نگاه داشتن فکر و ذهن ما همچون دومنی بدخیم در بخش قدامی دستگاه عصبی من که در طول قرنها سموم فرجزایش را تا عمیق‌ترین نسوج کروموزومی و سرشت زبانی ما تزریق و به تدریج ما را از هویت ایرانی توهی و از مؤمنات اسلامی هم باشته و در تسلیم خود نگاه داشته آمد تا به وساطت متولیان ملا و مکنایش از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت به میدان پرتنش و پرچاره ایران معافرت کرد تا رخت نکبتبارش را برای همیشه از پیکر ایران اهورایی برکند. در بالا اشاره کردم هدایت عنوان نویسنده به داستان پرناز استاد یافتن قالب‌های بدی برای بیان نیاز به ابراز خود بود که در اثر مطالعه پیگیر که از زمان نوجوانی در سطوح گوناگون ادبی آغاز و پیوسته ادامه داشت با نوشتن بوفوکور در آستانه 30 سالگی نشان داد که دارای ذهنیتی چالاک و نیرومند در گفتگوی روانی است. در نتیجه با پدیده روان، روانکاوی و آموزه‌های فرویدی، شیوه نگاه فرانس کافکایی و تحلیل‌های گوستاو یونگی حداقل در سطور ابتدایی و الهام‌های غریزی آشنایی داشته و با سفری که به اروپا می‌کند این شناخت و تأثیرپذیری عمیق و فراگیری آن ژرف و کم و بیش علمی‌تر می‌گردد. و به طوری که در بوفوکور و داشکاگل کشمکش من و او با مهارتی تحسین برانگیز به کار گرفته شده که کشف فروید و محور بنیادین تئوری روانشناسی اوست که البته در ادبیات کهن
و در آثار قرون وسطای ما مخصوصا نزد حافظ با این بیت که در اندرون من، در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در فغاز. و نزد مولوی: ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنم. سرکلش پیدا و با حضوری کمرنگ و حضور کمرنگ داشت. آقای سروبی، در اینجا من یک قدری توقف کنم. در اینجا درباره پدیده‌ای به نام من و او بحث داره میشه که تئوری فروید روی این اساس هست. برای شناختن من و او یه چند تا من مثال میزنم، چند تا کتاب معرفی میکنم. شما میدونید که من دارم الان اینجا با شما دارم صحبت میکنم، این من شخصیت بیرونی منه که با شما داره صحبت میکنه، و طبیعتا من این شخصیت بیرونی که نمایندش منه، یک او هم دارم در درونم که در آلمانی ما اینجا میگیم ایش اون دافتس. این من نماینده شخصیت بیرونی منه و او نماینده تمایلات درونی منه، و این من یه ابر من داره که این من رو کنترل میکنه. او هم یک ابر او داره که او رو تحت تاثیر قرار میده. اگر بین من و او ناملایمات به وجود بیاد، تعادل روانی انسان به هم میخوره. در این زمینه دوستان رو دعوت میکنم، این کتاب فرویدیست با اشاراتی به ادبیات و عرفان اثر امیر حسین آریانپور رو مطالعه کنن که یکی از بهترین آثاری هستش که قبل از انقلاب چاپ کرده. ببینید این کتاب رو. بله، این امیر حسین آریانپور یکی از فرزانگان ما در قرن بیستم. بله برادر آقای دوستار امیر هوشنگ آریانپور که همینجا هستن. بله، در این کتاب دقیقا این تئوری فروید رو، من قبل از انقلاب این کتاب رو خوندم و این وقتی که خوندم این تئوری فروید رو در روان من جا انداخت که اصلا چی هست، درباره چی صحبت میکنه. و بعد توصیه میکنم دوستان این کتاب زیگموند فروید، تفسیر خواب، چون برای اینکه این بوفکور یک اثری هستش کمالی سورئالیستیه، یعنی اینی که مثل روانیه، گفتگوی روانی است، اون گونه ای هست که در خواب صورت میگیره. این کتاب رو مطالعه کنم. تفسیر دیده بشه؟ بله، تفسیر خواب زیگموند فروید. بله، من زیگموند فروید رو، این کتاب رو اگر مطالعه کنم خیلی چیزا دستگیرشون میشه. کتاب دیگه ای رو من برای شما معرفی میکنم درباره یونگ. این یونگ هم یکی از شاگردان زیگموند فروید بود که البته توی تئوری های دیگه به نام خودآگاه جمعی و ناخودآگاه جمعی ما بحث کرد. در اینجا یه کتابی نوشته که حدود 5-6 سال پیش چاپ شده، من خوندمش، که سمیناری هستش که یونگ با دانشجوهاش گذاشته درباره زرتشت و نیچه. این کتابه، ببینی؟ بله بله، خونده میشه؟ بله بله، یون زرتشت نیچه. بله، این کتاب رو توصیه میکنم که دوستانی که در ایران هستن یا خارج ایران هستن اینو مطالعه کنن. درباره زرتشت و نیچه بحث میکنه. شما نیچه هم که میشناسید، یکی از فلاسفه مدرن غرب هست که با اون انتقادهای کوبندش دمار روزگار دیانت مسیحی در آورد که ما هنوز به گرد پاش نمیرسیم در این انتقادهایی که میکنیم. خب ادامه میدم. سرانجام توسط متفکرین غرب با توانمندی فرهنگی و ساختارمنششان توانستن آن را فرموله به توریزه کنن، یعنی این پدیده من و او رو، تا در اختیار همگان قرار گیرد و هدایت یکی از پیشگامان و چاوشان این راه پرتضاریست و حراسناک در کار بچکافی فرهنگی سرزمین تاوزده و دوچار تفکر و اسطوره‌ای بود که دیگر راه او را کسی نرفت، چون توانمندی، نبوغ و شهامت اخلاقی او را نداشتند که محصول اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیت خانوادگی او بود. شما می‌دونید که هدایت یکی از بازماندگان آخرین
انقلاب مشروط است. درست در روشش مثل احمد کسروی. احمد کسروی هم در همان زمان زندگی میکرد، منطقه این بیچاره را کشتن، اون گذاشت رفت اونجا خودش رو کشت. بوفکور، در بوفکور همه چیز جاییست و هدایت بگیرن راوی یعنی من هدایت با اوی خود یعنی سایه خودش که افتاده بر دیوار به گفتگو می نشیند. یه تصویر دیگه هم چند تا من تصویر سورالی هم که مرتب این مهد و در این سالهای اخیر این مهد من 6-7 سال پیش نوشتم، مرتب هم اشتراک گذاری کردم و هر دفعه براش تصویر درست کردم که انسانی رو داره نشون بده، به این همی که با دیوار داره گفتگو میکنه. اون تصاویر رو هم لطفا بگذار نشون بده. بله من میگم کدومش رو میخوان، یکیش هست پچپچ گنگ اینا رو پچ... نه اون پچپچ گنگ رو بذارید آخر از همه که من بر اساس شعر نیما اون تصویر رو گرافیکش رو درست کردم که جماعتی رو نشون میده در یک کوچه در تاریکی دارن با همدیگه پچپچ گنگی میکنن که آخر سر این پچپچ گنگ به فریادی تبدیل میشه که تجلیش در رستاخیز 57 الان من این تصویر رو نشون میدم ولی نمیدونم رنگا قهوه‌ای و مشکی و اینا چیزی متوجه نمیشن، شاید به همون دلیلی که گفتی دقیقاً من سورئالیستی هستم، نمیتونم مستقیما چهره مستقیم چیز رو بگذارم. در اون تصویر سیاه‌سفید هم که نشون دادم برای شما یه دور دیوار رو کشیدم، عکس کافکا رو گذاشتم اونجا و این طرف هدایت رو در تاریکی گذاشتم اونجا که داره نگاه میکنه و شما میدونید که این هدایت ما بسیار تحت تاثیر کافکا بود و کافکا هم یکی از آسیان یهودی چکسلواکی بود که بیچاره اونم به یک دردی مثل ما دچار شده بود که اونم سرانجام خودکشی کرد در نزدیک 35-36 سالگی. هدایت ما در 45-70 سالگی، در 45-49 سالگی یا 51 سالگی خودکشی کرد. خب مینه و دیوار گفته که بنشیند و برای اینکه ضمیر او را در ذهن خواننده ایرانی جا اندازد، اوی خود را که نماینده شخصیت درونی خویش است در هیئت سایه در پرتو نور به دیوار میتواند تا حضورش در وادی نور و ظلمت قابل لمس شود و با این تمهید اوی اسرارآمیز را در هیئت سایه به تصویر میکشد. به گمان من اگر زیگموند فروید و گوستاو یونگ زنده بودن برای هدایت با خواندن بوفکور آفرینی تحسین برانگیز و جایزی بزرگ در نظر می گرفتن که تئوری من و اوی فرویدی و ناخودآگاه فردی و جمعی گوستاو یونگی را گویا و مؤثر در خوش ترکیب ترین قالب در اثر خود رشته گری کرده و گفتگوی من و او با التهاب و ضرباهنگی دلانگیز اما جانگدار بدون وقفه و سکته در زبان و بیان تا ژرف‌ترین لایه‌های من و او و کرانه‌های ابر من و ابر اوی خویش تا عمیق‌ترین حفره‌های ناپابیده در دهلیزهای تنگ ناخودآگاه جمعیمان پیش می‌رود و مسائلی مطرح می شود که انسان در روند مدنی شدن همواره با آنها روبرو و گرافیز بوده است و هدایت در مساف با آنها پس از تلاش جانکار در تولید اثری انتقادی و بیان دردها به زبان تلوی، ایمار، استعاره، کنایه و عدم دریافت پاسخی از هیچ طرف به شدت خود را تنها می یابد و سرانجام راهش به خودکشی ختم می شود. بی دلیل نبود که سهرابم میگفت هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، هیچ کس زاغچه را سر یک مزرعه جدی نگرفت. راهی که آن فرهنگ با ساختار نخبه کش در پیش رو او قرار داده بود، چون او با نروبی تحسین برانگیز و ذهنی کنجکاو به قلمرو تابوها و مرزهای ممنوع پای نهاده بود، قلمروی که دیانت اسلامی با علائم نشانه و سمبولهایش وجود انسان ایرانی را در طول قرنها نسل اندر نسل از تولد تا مرگ از خود انباشته و در تصویر خود نگاه داشته است، به طوری که انسان ایرانی تبدیل به خویشاوند آشکار و نهان ابلیس اسلامی شده
اهریمن را در کنار خود میبیند اما او را به جا نمیآورد. به این جمله توجه میکنید؟ بله. ما اهریمن را در جامعه در کنار خودمون میبینیم اما به جا نمیاریمش. چرا؟ برای اینکه چنان در وجود ما خودش جا انداخته که ما خودمون رو همذات اون اهریمن میدونیم. علمرویی که دیانت اسلامی با علائم نشانه‌ها و سمبل‌هایش وجود انسان ایرانی در طول قرن‌ها نسل اندر نسل از تولد تا مرگ از خودم باشته و در تصویر خود نگاه داشته، به طوری که انسان ایرانی تبدیل به خویشاوند آشکار و نهان ابلیس اسلامی شده، اهریمن را در کنار خود می‌بینند اما او را به جا نمی‌آورند، چون همذات او گشته و هویت وطنی به اقلیمی خود را قرن‌ها سر دست داده و به جای آن احکام و سمبول های عربی اسلامی آن را پر کرده است، وجودش پر شده از اینها، به طوری که در وجود او به جای ملیت امت کاشته شده که اولی ریشه در خاک وطن و معالن در طبیعت زابون دارد و دومی قاعده در آسمان و دومش آویخته به پدیده موهوم الله. در نتیجه انسان ایرانی خود را با عینک اسلامی میبیند و طبیعی است عیبی در آن نمییابد و شیفته خود هم می شود و در این دلدادگی گرفتار سندروم خودبیگانگی قرنها جا می زند. دوست دارید درباره این سندروم از خودبیگانگی صحبت کنم یا شما می تونید یه توضیح بدید؟ بله، اگه اجازه بدید یکی از دوستان یه سوالی کرده، اینو شما پاسخ بدید. نوشته که کتاب بوفکور که نسخه دست نویسش رو ایشون داره، نوشته نویسندش هادی صداقت توی پرانتز صادق هدایت. شما در این مورد چیزی میدونید؟ چرا هادی صداقت صادق هدایت هست؟ نه خیر، من نمیدونم، این تازه کلمه برای اولین بار اینه من میشتمم که هادی صداقت شده صادق هدایت. رو من از ابتدا صادق هدایت میشتم. بله، اینو براتون میفرستم که ایشون عکسش فرستاده. ضمناً درباره فعالین سیاسی من یه بار با شما صحبت کردم و یادم میاد که چند روز پیش با یکی از دوستان در رابطه با همین صادق هدایت صحبت کردم. اول از صادق هدایت، میدونید که از لحاظ مالی وضعشون خوب بوده، مناسب بوده، و سوال من اینه که اگر یک کسی وقتی که میفهمه ولی نمیتونه این فهمش رو به مردم منتقل کنه، آیا تقصیر مردم هست یا تقصیر اونیه که میفهمه؟ چون از اونی که نمیفهمه که نمیشه انتظار داشت، اونی که میفهمه باید بدونه با جامعه، مثلا همین که سهراب میگه من اینجا هستم ولی جا زاغچه‌ای رو درخته یا زاغچه‌ای در مزرعه است هیچ کس دقت نمیکنه. من یادم میاد یک کتابی رو به نام مسخ زیبایی اگه اشتباه نکنم از صادق هدایت خوندم. خب چون خیلی هم جوان بودم، بعد دیدم این اصلا آدمو ناامید میکنه، همون فکر خودکشی و اینا رو تو آدم قوی میکنه. من میپرسم سود اینا برای جامعه چیه، به غیر از سرخوردگی، به غیر از اینکه هر کسی که میفهمه باید از جامعه بره بیرون، حتی تا حد خودکشی. اینو اگه شما میتونید یا توضیح دیگه‌ای دارید، برداشت شما احتمالاً فرق میکنه، بگید. بعد توی گفته‌هاتون یه بار گفتید که چیزایی که تاریخ نداره همینجوری هزار سال هست، بعد بلا فاصله خودتون گفتید خب این خوبه که توانا بود، هر کی دانا بود با وجودی که تاریخ نداره. در فرهنگ ما هم هست که بیچاره آن که گرفتار عقل شد. آدم واقعا گیج میشه وقتی که این نوشته ها رو میخونه، یه جا میگه خوش به حال اون که نمیفهمه، یه جا میگه توانا بود هر کی دانا بود. شما به من یک توانا، یک دانایی رو نشون بدید که توی حکومت‌های ایران اینها توانا بودن. همشون بیچارا داناییشون، حتی چرا حالا حکومت ایران میگیم، ما بیایم حتی این حکومت‌های اروپایی رو بگیم، مگه گلیله نبود که چون دانا بود اینها مجبورش کردن عذرخواهی کنه، بگه من نادانم نمیفهمم؟ یه مقداری لطف کنید در این مورد توضیح. بله، ابتدا شما گفتید که وقتی که مردم نمیفهمن تقصیر مردمه یا اون نویسنده، طبیعتا تقصیر اون نویسنده است که زبان مردم رو نمیفهمه. شما وقتی که میخواید برای کودکان صحبت بکنید به چه زبانی صحبت میکنید؟ بله، اون اطفال شعری هست چون سر و کار کودکانه. بله بله،
دیگه راحتی چون به کودکان رسید باید زبان کودکی باید گشود. دقیقا. شما اگر با آدم نفهم روبرو هستی، عوام روبرو هستی، عوامانه باید صحبت بکنی. و در همین زمینه ها مثلا شیوه های گوناگونی ما کشف کردیم، جوک، طنز، به زبان تنبیه، ایما، اشاره. هدایت در واقع آزردگیش بیشتر نه از مردم بیچاره، از مردم محروم، بلکه از بخش روشن فکر بود. این هدایت رو حتی آقای خاندری که وزیر فرهنگ بود نمی فهمیدش و این سرخوردگیش از بخش روشن فکر جامعه ما بود، نه از مردم عوام که درباره اونا دلسوزی داشت. این استش که سوال شما در پاسخ سوال مردم مقصرن یا نویسنده، طبیعتا نویسنده. چرا؟ باید مخاطب بشناسه، به زبان اونا صحبت بکنه. بعد گفتید سود این نوع آثار که سرخوردگی ایجاد میکنه. خب طبیعیه، بستگی داره که شما با چه دیدگاهی نگاه کنید. اگه یه فرد مذهبی باشید و اونم نگاه میکنید میبینید دمنهای مذهبی داره انگوش فشار میاره و شما رو نارام میکنه، طبیعیه که احساس سرخوردگی به شما دست میده. این مسئله رو تنها شما نمیگوید، 20 سال پیش، 25 30 سال پیش، 35 سال پیش من داشتم میخوندم، عموی من گفت اینا رو نخون، اینا چیز سرخوردگی و خودکشی و این حرفا به وجود میاره. اینا شیوه هایی هستش که همون حالا عموی منم که بود یه بورژوا بود، ثروتمندم بود، این داشت توصیه به من میکرد از اینا نخون، اینا آدم دلمردگی به وجود میاره، فلان این حرفا. این مسائل همیشه بوده. خب بعد میگه که تاریخ نداره. این شعرانی که من خوندم همه اینا تاریخ داره، منتها زمان رو ازش بیرون کشیدن. میگه هرچه بگن زد دمکش میزنن، وای به روزی که بگن زد دمک. شما در این زمان نداره، ولی بعضی از اشعار و حرفایی هستش که مربوط به این زمان خاصی هستش. اون زمان وقتی که سپری بشه این شعر اهمیتش از دست میده. خلاقیت هنرمند در این هستش که بتونه عنصر زمان و عنصر مکان رو ازش بیرون بکشه. به عنوان نمونه بوفکور یک اثری است در حوزه رمان داستان نویسی که زمان و مکان درش تقریبا حذف شده، در صورتی که مثلا آقای چیز کتاب کلیدر رو نوشته، این آقا مثلا تمام داستان که حدود 4-5 جلد هم هستش، 3000 صفحه هم هستش، این تمام توی روستاهای خراسان داره داستان چی میکنه، بوی ولایتی میده، بوی دهاتی میده. و ما میگیم که خب این مسائلی هستش که توی استان خراسان جاری بوده که در تهران این مسائل ما نداریم. آقا دولت آبادی در اون کنیدرش که خیلی هم اثر مشهورشه، اونجا عنصر مکان همه جا حضور داره، خراسان. بعد مسئله چی گفتین؟ تاریخ داره. بعدم آخرین سوال شما چی بود؟ اینی که مثلا یه جا میگه توانا بود هر که دانا بود، بعد اون بعد داریم بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که مثلا خر آمد الاغ رفت. یا شما به من نشون بدید توانایی که به اصطلاح دانا بوده از دانشش توانا شده، برعکس دانشش باعث شده که همیشه بگیرن و زندانش کنن و توی جامعه به اصطلاح اذیت و آزار بشه. ببین عزیزم، اونجا داره میگه توانا بود هر که دانا بود. یا آقای یه روزی به من گفتش که بهتره اینه که بگیم هر که دانا بود توانا بود، یعنی جاشو برگردونیم. من اگر دانا باشم توانا این دانایی رو در توانایی به کار میبرم، یعنی اینه که بلافاصله مثلا با کسی برخورد میکنم حس میکنم که این آدم دشمنه، ازش فاصله میگیرم، یا اینه که خودم رو مسلح میکنم. در اونجا میگه توانا بود هر که دانا بود. خیلی خوب عکسشو بگیرید، هر که دانا باشه توانا هم هست. حالا اونایی که میرن در مبارزات اجتماعی یا در جایی درشون زیر آب میره و زده میشن، این داناییشون عیب داشته، یعنی اینه که موقعیت زمان و مکان رو درست نسنجیدن، نمیدونستن باید چیکار بکنن. من به عنوان نمونه در ایران بودم، دیدم در مقابل میخوام روشنگری وقتی بکنم، تنها برادر و خواهر و پدر و مادرم اینا نیست، میلیون ها نفر در مقابل من هستن، چه باید بکنم؟ گفتم که خیلی خوب، من چون نمیتونم خونسان نمیتونم باشم و بی طرفم نمیتونم باقی بمونم، چیکار میکنم؟ از این محیط میزنم بیرون تا
فعلا جانم رو در هر حال نجد به حفظ بکنم و بعد نگاه بکنم ببینم که چگونه میشه مبارزه کرد با اینها. آقای مسئول رجبی با در دستش بلند میشه میره پیش صدام، اونجا تانک و توپ میگیره میاد حمله میکنه به ایران که به وطنه. خب طبیعتا اون سرنوشت پیدا میکنن، من میام در خارج کشور شروع میکنم مبارزه فرهنگی. یه آقای چند روز پیش تو جلسه قبل گفتش که ما در دوره مبارزه فرهنگی به سر میبریم، ما در این دوره هستیم، ما زمینه ها و مقدمات درگیری با این دیانت اسلامی رو باید ابتدا فراهم کنیم، همونطوری که قبل از جنبش اصلاح دین در اروپا اتفاق افتاد. باید یه روزی حتی برنامه درست میکنم اینجا برای شما توضیح میدم که قبل از اینی که اون پروتستانیسم به رهبری مارتین لوتر صورت بگیره چه نویسندگانی چقدر تلاش کردن که زمینه بستر فرهنگیش ابتدا فراهم کردن و بعد یک ضربه زدن کلیسا رو فرستادن توی مسجدها و گشایشی در اعمال رفتارشون ایجاد شد. اگر پرسشی ندارید من ادامه بدم. نه من سوالی ندارم، ولی شما خیلی خوشحالم که توی این قسمت با من هم عقیده هستید. مثلا من بارها گفتم دکتر کوروش زعیم یا آقای امیر انتظام، اینها 30 سال زندان انداختن خودشونه، یا اون آقای باطوی و حشمت الله تبرزدی و اینها، میگم اینها اگر درست فکر میکردن باید به اونها پیروز میشدن، نه اینکه چون شدن زندانی حالا یه اعتباری هم گرفتن. من از اینها چی میتونم یاد بگیرم؟ هیچی، جز اینکه منم همین کار انجام بدم، بیافتم اسیر دست ادهی بشم که الان قدرت و زور و زر و مال و همه چیز دارم. در اصل به نظر مرسی وجه مشترک دیگه هم با هم داریم. البته این آقای باطبی که حدود 8 سال پیش فرار کرد اومد آمریکا و یکی از مفسرین تلویزیون آمریکا است. البته میگن مهره نفوذی بوده و الا کسی اونجوری روی الاغی که داره میاد فیلم بگیره و نمیدونم پاسپورت داشته باشه و مأمور وزارت اطلاعات باهاش تلفنی نیم ساعت صحبت کنه نوارش باشه، اینا خیلی سوال انگیز کاراشون. بله بله بله. این یکی دیگه هم هستش که روی پاش چلاغه چی میکنه. خب اما این آقای تبرزدی، این آقای تبرزدی قبلا در دوره انقلاب یکی از منفورترین افراد بوده، یا قد گنده بود، دکره ای داره و در چیز آدم میزده و یارو میکرده و آخرتر مثل خیلی های دیگه مثل مثل چیزان این حرفا با اینا با سر تضاد پیدا کرد، یا مثل آقای نوریزاد و اینا. بله. از این نمونه ها بسیار زیاد هم تو بود آخر. خودش جزو جهادی ها و اینها بوده، حتی بعضی ها میگن که این که میگه مهندس حشمت الله تبرزدی، کدوم مهندس؟ گویا مثل که قبل از اینکه درسش تموم بشه رفته دنبال اون کارا، بعد به احتمال زیاد سهمی که میخواسته گیرش نیومده و اونا زرنگتر بودن اینو کردن بیرون. حالا اینم شده 30 سال شغلش شده زندانی بودن، یعنی هی میره بیرون، هی میاد خونه مرخصی، هی یه زن دیگه میگیره، هی میره هی میاد. میگم والا ما زندگی میکنیم نمیتونیم مثل اینا اینجوری وقت آزاد داشته باشیم، وقت اینا اسمشون زندانیه. نمیدونم بفرمایید. من چون از چیز اینا من خبر ندارم، از درده که در ایران چه خبر هستش درباره اینا من قضاوت نمیکنم. خب بپردازم به موضوع. طبیعت ایلی نماد و شیفته خود هم میشود و در این دلدادگی گرفتار سندروم خودبیگانگی قرنها در جا میزند. درباره این سندروم شما میتونید صحبت کنید؟ نه حقیقتا نه. این سندروم در واقع یه نوع چیزی هستش. میگن که در سوئد یه چند تا گانگستر میرن یه دونه چیز رو به بانک حمله میکنن، بعد وقتی که این بانک حمله میکنن و پولا رو مخانچه میکنن، پلیس میریزه اینا رو محاصره میکنه و این گانگسترها هم چند نفر از اینو کارمندا و جمعیتی که در اونجا بوده و مشتری ها اینا رو به گروگان میگیرن و بعد 4-5 روز طول میکشه همینطوری و بعد یکی از این گروگان ها عاشق یکی از این گانگسترها میشه. اینو بهش میگن سندروم، یعنی اینی که کسی که گروگان یک کسی هست عاشق گروگانگیر خودش میشه. ما در جهان بینی اسلامی این اسلام در واقع یک گروگان، ما رو گروگان گرفته، متعاد اعمالی با این آموزه های محمدی چه جرام بلای به سر ما آورده که ما عاشق این خود این گروگانگیرمون شدیم. این مشکل ماست. من نمیدانم که یکی از علتهای بنیادین عقب افتادگی تاریخی و فاجعه بارش از قافله پیشتر و رفاه اجتماعی همین دلباختگی به دیانت اسلامی است که سنت رسول الله دیکته میکند.
و با سماجت و خشونت احکامش را تا عمیق‌ترین لایه‌های ذهن او تزریق کرده و ما بیش از هزار سال است که در سایه ظلمت‌زای آن به فلج ذهنی، امتناع تفکر، به زیستی فاقد زایندگی و بالندگی ادامه میده. او چنان ما را در تسخیر خود دارد که به قول بابا طاهر به هر جا بنگرو آنجا تو بینو. هر طرف نگاه میکنیم میبینی سمبول ها و مناسک اسلامی حضور داره و هدایت 70 سال پیش این زیستن ناگوار انگلی و فاقد آفرینگی را میدید و بنام اعتراض میکرد. اما کجا بود گوش شنوا از طرف امتیان ایرانی نما؟ حتی در این رهگذر حادثی دیگر ما در شعر، یعنی نیما، کم و بیش چنین سرنوشتی پیش رویش قرار داشت و بیدلیل نبود که میگفت من عاشق برارم که رونده است. چرا؟ همه چیز رو در دوربر خودش در حال سکون و ایستایی بیدید، یعنی هر آنچه که جاری است همه چیز را در پیرامون خود در جامعه سنت پرست در سکون و ایستایی بیدید. اما به عامل ایستایی به علت فقدان تفکر فلسفی، توجه بکنید، فقدان تفکر فلسفی، مال هدایت هم همین گرفتاری داشت، چون از دیدگاه فلسفی به موضوع نمیتونست نگاه کنه، میدستش که دوچار بحران میشد، بین اون من و اوش تعادل به هم میخورد. شما میدونید که بین فلاسفه و ملاها این تعادل، این بین من و او تعادلش به هم نمیخوره. چرا؟ برای اینه که اون از دیدگاه فلسفی به قضا نگاه میکنه، این یکی از دیدگاه الهی و قضا و قدر. خب و سرنوشت ایستایی، اما به عامل ایستایی به علت فقدان تفکر فلسفی و سرشت روستایی، نیما میدونه که این مقداری دهاتی هم بود، روستایی در نزد خود و همینطور هدایت پی نمی برد و نمی دانست که این سکون و ایستایی از سنت رسول الله دیکته می شود، چون حاکم بر تفکر و هستی انسان ایرانی است و نمی دانست که چگونه بر ساختار این تفکر اسطوره‌ای که قرن‌ها حاکم بر آن جامعه است حمله و به کار بچگافیش بپردازد. اما در عوض با طرح نوعی جب کرد، به مدد غریزه به جنگ سنت در شعر رفت. ابتدا ردیف و قافیه که نقش موسیقی بیرونی شعر بر دوش او بود را به عنوان امری مزاحم در پرواز تخیل شاعر با بلند و کوتاه کردن مصرع و بیت‌ها ریتم آن را درونی کرد که شاید با این تمهید بتواند شعر را به نثر نزدیک کند که در صورت موفقیت و هم‌آوایی جامعه با او گامی بلند و غول‌آسا در رشد فرهنگی در عرصه ادبیات کشورمان و علامتی آشکار در برخاستن از گهواره کودکی شعر و عزیمت به سوی بلوغ نثر بود و سپس تلاش نمود با تولید آثار طبیعت‌گرا نظرگاه انسان را که همواره به آسمان و لاهوت خیره بود به زمین و طبیعت معطوف کنند. در این مورد به زبان نقاشیایی و امپرسیون نیرومند تصویر توجه کنید. یه شعری از نیما رو برای شما میخونم. میگه عصر بود و آفتاب زرد کشتابی، برکه بود و بیشه بود و آسمان باز، برکه با عهدی که با این کار در نهان، چشمی آبی خفته باشد بود، آسمان خاموش همچو پیغامی که کس نشنفته باشد بود، و من همچو پیغامی به بال مرغک پیغامبر بسته در نجیب پرشکوه آسمان پرواز می کردم، تکه داده بر ستبر صخره ساحل با بلورین دشت سیخل خورده آرام راز می کردم. این شعر هیچ ارتباطی به شعر کلاسیک ما نداره که جمله به جمله مو به مو نکته به نکته جو به جو این قافیه و ردیف در اونجا هست. یه شعر نوعه، موسیقیش درونیست و اکثر ایرانی ها که نمیتونن شعر مدرن و شعر نو رو بخونن به خاطر اینکه این موسیقی درونیش رو نمیتونن کشف کنن، نمیتونن روی اون سوار بشن.
که شاید دری به تختهی خورده و هموطنان سرگشته و همیشه ایرانش سرزمین آبا و اجدادی را دریابند و پی ببرند که لا اله الا الله یعنی هیچ چیز هیچ جز الله نیست، نوعی آلودگی به ایدالیسم فلجزای ذهنی است و برعکس در عمل همه چیز در طبیعت و پیرامون ما هست جز آن الله که نطفه بنیادین لومپنیسم فلسفی در حوزه دین و سمیز خطرات و فلجزا در واژگون کردن اندیشه انسان ایرانی از واقعیت به محال و از این روز که انسان ایرانی هزار سال است که سر سفره قضا می نشیند و تمام آن نعمتهایی که این زمین و طبیعت گرامی به او ارزانی داشته می خورد و در مقام تشکر دست و سوی آسمان بلند کرده و الله را ستایش می کند. به این مطلب آقای سوربی توجه کردی شما؟ بله بله. که ما میشینیم سر سفره میخوریم که همه محصول طبیعته، بعد ما به تشکر دستمون دراز میکنیم از آسمان تشکر از الله تشکر میکنیم بدون یک مرتبه تشکر از طبیعت. چرا؟ با آستاب پیامت اون سرای باقی فنا چیز سرای فانی و سرای باقی است. قبل از خوردن دست همدیگر رو میگیرن و چشماشون رو میبندن که هیچ جا رو نبینن، نه طبیعت نه خدا. آیند شون را میدید و رنج میکشید، رنج هایی که عموما آنها را نمیدوانست با کسی در میان گذارد و به قول نیما نمیدانست به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده نودوز و نوآور خود را. نیما یه شعری داره وقتی که سر خورده میشه و شعرشو نمیپذیرن، چرا من اینه که همه جامعه دو درون چهار تا پاش دست و پاش که یه ستون نگیره شعر نورو نمیفهمه، بعد تو حالت سرخوردگیش میگفت به کجای این شب تیره بیاویزم خبای جنده هم را، یعنی این شعرم را، چون زمان مطرح کردن آن هنوز فرا نرسیده بود زیرا درها در حیات و زمان ایشان بر پاشنه فرسوده سنت های کوه نمیچرخید، اما بستر این فرایش و گویش را رستاخیز 57 با قرار دادن جمیع متولیان ریز و درشت نهاد دیانت اسلامی بر صحنه پرتنش و پرچالش ایران معاصر فراهم کرد و هدایت در بوفگور می گفت من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست، آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم، شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم، نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم، چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنن یا نکنن، فقط میترسم که فردا بمیرم و خودم را نشناخته باشم، زیرا طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و حالا اگر تصمیمی گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه ام معرفی کنم، سایه‌ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچی می نویسم با اشتهای هرچی تمامتر می بندن. برای اوست که میخواهم آزمایشی کنم ببینم شاید بتوانم یک دیگر را بهتر بشناسیم، یعنی بین من خودش رو با اوش رو، ابر من خودش رو با ابر اوش رو شناسایی کنه، چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریدم میخواهم خودم را بهتر بشناسم. و در سقط خون نوشت یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی میکنم، هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست، من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد. و نیما در همان زمان هدایت می گو اون تصویر حالا میتونید نشون بدی که پچ پچ گنگه؟ بله بله، اونو من درست کردم برای همینجا. و نیما در هم زمان هدایت میگفت شبیه شبها پچ پچ گنگی در خلوت یک کوچه تا
طرح فریادی را در روشن فردا بریخت و رستاخیز 57 پیامد آن فریاد بود. حد بکنه. خیلی ممنون. شما وقتی که از 57 صحبت میکنید معمولا کلمه رستاخیز رو هم میگید، احتمالاً دشمنان زیادی بین دوستان شاه اللهی دارید، درست میگم؟ بله بله بله، سایه منو با تیر میدنم. اوکی، خواستم ببینم با اونا توی فیسبوک چگونه رفتار میکنید. مرتب از صفحاتشو منو پرت میکنم بیرون. آها، خب خیلی هم خوب، درست مثل شاهشون که میگفت هر کی با من مخالفه بره از مملکت بیرون. با من نمیتونن درگیر بشن. من استدلال دارم، پشت میدم، مطلب میارم، میذارم اونجا. مثلا خصوصیات هرم سلطنت رو توضیح میدم، خصوصیات اخلاقی شاه اللهی رو با حزب اللهی توضیح میدم. اینا میبینن با این نمیشه درگیر شد، من پس میمونه بیرون. بسیار عالی. در اصل ممنونم. لینکی که شما فرستاده بودید هم زیر بحث خودتون توی صفحه خودتون هست، هم زیر این بحثی که الان انجام دادید روی فیسبوک مردم تیوی هست، دوستان میتونن تماشا کنن. ضمناً حسن این فیسبوک اینه که ویدیوی شما اونجا میمونه به صورت بایگانی، ضمن این که تا یکی دو ساعت ویدیو رو روی یوتیوب هم قرار میدیم، به اضافه این که برنامه شما هر روز پخش میشه از تلویزیون تا برنامه آینده و به اصطلاح برنامه جدیدتون. باز هم از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که به امید دیدار برنامه ها رو بزنیم برای هفته آینده چهارشنبه. نه دیگه صحبتی ندارم، بدرود بر شما و شنوندگان و بینندگان تون حسابی. ممنونم از شما، خیلی ممنون. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، هم میتونید در برنامه های آقای یزدان خدابندلو شرکت کنید، با ایشون تماس بگیرید روی فیسبوک و باهاشون صحبت کنید. ایشون همیشه گفتن که دوست دارن بحث‌ها به صورت گفت و شنود باشه. از دوستانی که در حین برنامه تماس گرفتید ممنونم. اون دوستی که اون لینک رو فرستاد، من لینک رو برای آقای یزدان خدابندلو فرستادم و ایشون نگاه میکنه ببینه که چرا صادق هدایت و هادی صداقت، من هم چیزی رو تا حالا ندیده بودم و نشنیدم. برنامه رو پی میگیریم. امروز ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی هستیم از تگزاس و دیدید دیگه در تلویزیون مردم سالهاست این روش ما هست که جدیدترین برنامه هر برنامه گذار یا تهیه کننده روی پلیلیست میمونه و معمولا روزی یک بار، گاهی وقتا دو بار نشون داده میشه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. همینجا من باهاتون خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون در برنامه های آینده. روز روزگار و شما عزیزان خوش. به امید دیدار.